الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس ما در مورد منهج امام ابن ماجه است در کتاب معروفش سنن ابن ماجه این کتاب هم یکی از کتاب های معروف که در کتب سته حساب میشه و در مدارس خوانده میشه هست و قصان انشالله در مورد از این که ای در کتب سته چی وقت داخل شد که داخل کرد انشالله مسائل را داریم در مورد شخصیت امام ابن ماجه رحمه الله آه، امام ابن ماجه رحمه الله محمد بن يزيد ابن ماجه محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي بالولاء القزويني الخراساني آه، از منطقه است ولد بقزوين سنه 209 من الهجره وماجه هو لقب ابيه يزيد ماهچس ماهچد فارسي ماهچه میگن لقب پدرش است شاید به اصطلاح زیبا بوده باشه یا از محبت کسی به او ماهچه گفته شده و در عربی چون کلمه چه نیست ایر بجه ماجه گفته شده ابن ماجه سب در روز دوشنبه تقریبا هشت رمضان در فوت کرده ه نی بلکه 2د رمضان در فوت کردهدر طبعا امام ابن ماجه رحمهالله هم مانند ایمه دیگر حدیث و علوم مختلف بخاطر طلب علم بمراکز بزرگ علمی سفر داشته از جمله خراسان عراق حجاز مصر بسرا شام نو در از ائمه معروفی که در اوجه وجود داشته از اونها احادیث شنیده در مدینه منوره مثلا از شاگردای امام مالک صاحب در مصر از شاگردای لیس بن سعد صاحب به شکل ی از, از مراکز مختلف علمی در اوجه سفر داشته و از اونها احادیث روایت کرده أستاذي معروفش أمو أساتذي ك أصحاب كتب ستة زمهاري كردن أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن بشار هشام بن عمار محمد بن رمح أزهر بن مروان وعمر بن سعيد عمر بن عثمان بن سعيد دش معروف علي بن إبراهيم القطانس كي صاحب نسخيشس سليمان بن يزيد أبو الطيب أحمد بن روح البغدادي أبو عمر وأحمد بن محمد بن حكيم المديني محمد بن عيسى السفار وديقر در مورد شخصية الإمام ابن ماجة رحمه الله أبو يعلى خليلي سميكي ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث وحفظه وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريخ وكان عارفا بهذا الشأن در مورد زي طبعا توسيق اشميكونا وميكي شخصية مورد احتجاج قرار تقريبا علماء توثيق ذو اتفاق دارا ودار مورد حديث وعلم حفظ حديث معرفة بيشتر دار حافظ ابو الحجاج ميزيس ميگه الحافظ الحافظ هدف شمين ابن ماجه بس صاحب كتاب السنن ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة البته قضيه در مورد رحلت الواسعه ذکر شده طبعا شأن علمای ما ای بوده که در وقت رحلت و سفر به خاطر طلب علم یکی از مسائل بسیار اساسی شمرده می شد و به اساس حتی مراتب علما بیان می شد در ایجه همچون سفرهای زیادی داشته ای به یک فضیلت عزیز ذکر شده ذهب محمد بن يزيد الحافظ الكبير الحجه المفسر ابن ماجه القزويني مصنف السنن والتاريخ والتفسير وحافظ قزوين في عصره وحافظ قزوين في عصره آه وقد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم طبعا ازيك ترف بحفظ الشهادات مته وازيك طرف در نقد حديث و از جترف دري كه از لحاظ علمي بشار جت بالسلام معروف ومشهور نحفز بن حجر سمه كه احد الائمه حافظ صنف السنن والتفسير والتاريخ يك از ائمه حديثه و كتاب هاي ر چي مؤلفات معروف شم السنن ابن ماجه است وتفسير تفسير ابن ماجه حتى اذا يبين زرستا كدرا علم التفسير نخصتين اولين شخص ك تفسير نوشته تفسير ابن مجاهد السيبس وهم شنو در تاريخ كتاب ردارك ابن كثير سمي ك ابن تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابه الى عصر عصر ابن مجاهد يا تاريخي كامل دار ای خوب مختصرا در مورد خود ابن ماجه رحمه الله بود میایم در مورد کتابش نام کتابش سنن ابن ماجه است سنن ابن ماجه سنن به خاطر ازی است که این مرتب است به ابواب فقهی و احادیث فقهی را جمع کرده در مورد ازی که این کتاب یکی از کتاب هایی است که در کتب سته حساب میشه اولین شخصی که ایره در کتب سته اضافه کرد تا بن پیشو اصطلاح خمسه وجود داشت آه محمد ابن طاهر المقدسي ابو الفضل امت و ابن ماجره در کنار کتب خمسه يججا در کتاب معروف خود که اطراف کتب سته کتاب خود در اطراف نوشته کرده باز در أوجا در کنار کتب خمسه اطراف ابن ماجرم آورده وقتی که ایر آورده اطراف الكتب السته اي استلاره او شروع کرده يا در جای دیگری کتاب ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي سب شروط الائمه السته حازمی سب شروط ائمه خمسه دارد کتابهای خمسه بود بيشة. بعد از او پس شروط الائمه السته و در ابن ماجرة در کنار خمسه ذکر حافظ عبد الغني مقدسي وقت كده رجال كتاب معروف خدا الكمال في اسماء الرجال ذكر ما يكون طبعا در كتاب الكمال رجال كتب ستة مره كتب خمسه رأني بلكي كتب ستة ابن ماجه هم در كنار كتب خمسه قرار ميته وبعد از هو تقريبا مت معروف ميشه كتب سته يا صحاي سته حتى ذكر ميشه وابن ماجه كيزون حافظ ابو الفضل ابن طاهر مقدسي سيب استدلال ان يكون ابن ماجر يكون لك كتب يكون لك ان من نظر ان منزله الرجل من يكون لك مطالعه بکنم میفهمه که مق... منزلت و مرتبه شخصیت شخصیت ابن است در مورد چی من حسن الترتيب کتابش بسیار مرتب وغزارة العلم وعلم علم زیاد وجود داره پس اون أحاديث که احادیث زوائد بسیار زیاد است در ابن ماجه و قله الضعيفة وترك التكرار ترک كتاب به در منزله بزرگی وجود دارد دیگری میگه که وسنن النماجة وإلا لم يشتهر عند أكثر الفقهاء بوجود ذيك در نزد الفقهاء مشهور میگه که فإن له بالري وما ولاها من ديار الجبل وقهستان شأن عظيم عليه اعتمادهم وله عندهم طرق طرق كثيرة او میگه که درست است که دیگه فقها ها در بلدان دیگه این کتاب نمیشناسه با وجود که امروز خو در همه جهان اسلام معروف است ولی در او وقت که ابو طاهر مقدسی سبیر نشته میکنه نا ابن تاهر او میگه که درست است که در دیگه بلدان در مورد ازی معرفت بیشتری ندارن ولی در مناطق ری و به اصطلاح حوالی ری مناطقی که نزدیک ری هستن در اوج این کتاب از جمله معتمدترین کتاب ها است کتاب است حافظ ابن کثیر سب میگه که ابن ماجه القزوینی صاحب السنن ابن ماجه قزوینی رو وقتی که معرف معرفی میکنه او میگه که این صاحب السنن است وهي دالة اخذ السنن أمي كتاب السنن ابن ماجه خودش دلالت ميكون على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع أزيج آدم فهمي دميتونا كشخصية زي بچي النوزة حافظ ابن حجر سميك كي آه. أدخل سنن ابن ماجه بدل الموطأ في الكتب الستة أزلي هوزي سحات تبن آه موطأ نسبت ابن ماجه احاديثش سيد ترس حتى امام شافعي صاحب ميگه كه در زیر اسمان كتاب اسحتر از امام موط امام وجود نداره ولي موط در كتب سته جمهور ذكر نكردن سنن ابن ماجه ذكر كردن چرا دليل الشيء لان زيادات الموطئ على الكتب الاخرى قليله بالنسبه لسنن ابن ماجه به خاطر اینکه که ابن ماجه زیادات زیاده را داره در حالی که موتا احادیث را که روایت کرده اغلبا او احادیث ما او را در کتاب های در بخاری و مسلم و در ابو داود و ابن چی داریم در ترمیزی داریم بناهن چون ابن ماجه زوایدش زیاده است زواید به این معنا که احادیثی را که تنها ابن ماجه روایت کرده و کتب خمسه دیگر روایت نکرده ای در ابن ماجه زیاد است یک ذخیره بزرگ علمی در ابن ماجه بیشتر است نسبت به موطا به اساس ایرا در کتب سته ذکر کردن برخی طبعا به نظر هستند که کتب سته اصطلاح کتب سته به جای ابن ماجه موطا را داخل کردن و برخی باز به جای و ابن ماجه دارمی را ذکر کردن در کتب سته چون زعفا در دارمی کمتر است در مورد شروط ابن ماجه طبعا خودش هیچ جا تصریح نکرده که هدفش چی است ولی به اساس استقراء و تتبع چیزی که به شروع امامیه ای است که احادیث از طبقات پنجگانه از همه روایت کرده از طبقات پنجگانه ای که در تلامیز ظهری صاحب ما گفته بودیم که كثير الملازمة وكثير الإتقان بمشكل حتى الزعفة ومجاهلهم در برخي از موارد ذكر کرده مسألة ديگر يس كي پشتر گفتن موضوع كتاب سنن ابن ماجه جمعوري احادث فقهي است وقت كي جمعوري احادث فقهي موضوع است بنان او صحت شرط نكرده چون در هر موضوع فقهي ما احادث سيارة پيدا کرده نمتونه احادیثش به طور عام به چار کتگوری تقسیم شده میتونه که برخش صحیح است و برخش حسن است و برخش ضعیف و حتی برخش موضوعی هم هست که پسان روی از او انشاءالله صحبت داریم. در مورد مرتبه سنن ابن ماجه پیشتر قبلا اشارات داشتیم که طبعا بخاری و مسلم در دو مرتبه اول و در مورد مرتبه سوم نسائی یا ابو یا ترمیزی وجود داره و ای پنج کتاب و بعد از او باز در مرتبه ششم در مرتبه ششم ويقابله في الطرف الاخر كتاب ابن ماجه، فانه تفرد فيه باخراج احاديث عن رجال المتهمين بسرقه الاحاديث والكذب، وبعض تلك الاحاديث لا تعرف الا من جهتين، شن برخاز رجال متهم ازور روايات كارثه، وتبندر حالتك ونها متفرد بدن بمي روايات مثل حبيب ابي حبيب وأمصالزي. يتبين لنا مما مضى أن السنن ابن ماجه فيه الأحاديث الضعيفة والساقطة والمنكرة. البت آه البتة ابن ماجه التزام بيان الزعف والنكر ده. بمي اساس آه وقت حديث ابن ماجه بيضا ما يكون نياز بتخريج دارة نياز بتوسيق دارة. شمار أحاديث كدر سنن ابن ماجه سب زورو حديث. بأساس ترقيم أستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. بیشتر گفتیم که زوائد وجود داره در ابن ماجه 1339 حدیثی وجود داره که در کتب خمسه وجود نداره 1339 ده ای جمله احادیثی که تنها ابن ماجه روایت کرده دیگران روایت نکرده 613 ضعیف است 613 ضعیف است 99 حدیثش واهی است بیخی اشد و ضعفن. 428 حدیث احادیثی است که رجالش سقه است رجالش سقه است و سعی شمرده میشه و 199 حدیثی است که او رجالش به مرتبه حسن قرار داره در مرتبه حسن باقی تقریبا 3002 حدیثی 3002 حدیث دیگری که وجود داره این تقریبا احادیثی است که کتاب خمسه دیگه او را نرواید کرد ترتیب کتابش هم طبعا به این شکل است که پیشتر چی کردیم که کتاب خود سنن ابن ماجه را به کتب تقسیم کرده از کتاب یک مقدمه داره در مورد ایمان و علم و باقی کتاب ها سی و کتاب داره و آخرش کتاب زهده است و یکی از ویژگی های کتابی است که بسیار در ترتیب خود موفق بوده ابوابش 1515 باب در داخل کتاب است میایم روی منهج امام ابن ماجه گفتیم که وقتی که موضوع ابن ماجه صاحب جمعوری احادیث فقی است کتاب خود مرتب کرده به ابواب فقهی سی وفت کتاب داره و داخل پانزه و پانزه باب در زیر ازی کتاب ها داره یعنی اول کتاب بعد از او ابواب در آغاز یک مقدمه ای را در مورد ایمان و علم ذکر کرده 24 باب داره و بسیار جالب و مسائل بسیار مهم فز در مورد فضیلت علم در مورد فضیلت این بسیار احادیث زیاده را آورده 266 و و حدیث تقریبا در تنها در مقدمه وجود داره بعد از باز با ابواب عبادات و نکاح و دیگه ابواب فقهی البته با وجود که موضوع ابن ماجه صاحب جمعوری احادیث فقهی است در کتاب ازی در کنار از برخی از ابواب کتاب الادب و زهد و فتن و مقدمه کی تقریبا مربوط به سنن من حیث موضوع شده نمیتونه چون موضوع سنن احادیث فقهی است احادیثی که در اوج احکام فقهی وجود داره در مورد آداب و زهد و فتن یا در مقدمه که در مورد ایمان و علم صحبت کرده این احکام فقهی نداره ولی این تقریبا یک نوع اضافاتی است ا ابي ديگر امام ابن ماجه صاحبي است در كتاب خود تنها أحاديث مرفوعه را آورده احاديس مرفوعه بيشمار كم اقوال صحابه و ميره بسيار كم مسئله ديگري كه هست لا يكرر الاحاديث في كتابه ولا يعلقها الا في القليل النادر ابي جغي مهم تكرار نداره بسيار وحتى و معلقه را كم آورده اه معلقه را كم آورده در منهجش مسألة ديگاري كي مهمة سيسكي يقدم في الباب الأحاديث القوية ويجعل الضعيفة بدرجاتها في خاتمة الباب وقت كي اكبابا مكزارة در اول كوشش ميكونا كي اگر أحاديث سيها وجود داشته باش أحاديث سيها را بيش ميرا ما در مرتبة دوم أحاديث كي اگر زعيف باشا ولي زعفش كمتر و در اخير اگر واهي يا زعيف شديدا باشا او را هم اي كتاب خدا ترتيب کرده البته وقتی که یک ترجمه طلبا وضع میکنه و در اوج حدیث که قابل استدلال و قابل احتجاج باشه او را پیدا نکنه باز حدیث ضعیف یا واهی را هم میاره البته ای را باید داشته باشیم که اغلبا احادیث واهی یا ساقط که آمده در مورد ترغیب یا ترهیب یا فضائل تو مسائل آمده که زیاد به اصطلاح ربط به مسائل و, اح... و احکام نداره قضیه دیگری که امام ابن ماجه رحمه الله داره ای است که در برخی از موارد تعلیقات کرده تعلیقات به اصطلاح نقد کرده حدیثه یا علت از بیان کرده که این حدیث به اصطلاح موقوف است یا این انقطاعی وجود داره یا به در سنن ابن ماجه یک اصطلاح دیگری هم داریم که گاهی وقتی که کتاب ما میخوانیم به اصطلاح چی میشیم که قال ابو الحسن قال ابو الحسن حقیقت ای قضیه ایته راست ک ابو الحسن ابن قطان شاگرد امام ابن ماجه صاحب نسخه ابن ماجه صاحب است ابو الحسن ابن قطان وقته ک از ابن ماجه کتابه نویشه کړ د سنن ابن ماجه را باز در برخي از جاها در برخي از جاها از خود برخي از زيادات یک حديث دو حديث اورده یا تعليقات را آورده تعليقات را کرده جایی که ای زیادت کرده در اوجه در اولش میگه که قال ابو الحسنی اشاره میکنه که گپ ماست ای مربوط به ابن ماجه سیب نیست و هدف و مقصدش از ذکر امی زیادات در حقیقت ای است که به اشاره بکنه که ای چیزی را که ابن ماجه سیب آورده ای مطابع و شاهد هم داره البته در مورد اختصار از طریق تحویل و عطف استفاده میکنه تحویل هست بیشتر ولی بر خلاف که اونها در موضیه که تحویل صورت گرفته در اوج کلمه قال یا قالو یا قالا را نمیگیره این وقتی که تحویل به دو سنه یا سه سنه بعد التحويل به نقطه التقام رسانه دو یا سه سند به نقطه التقا میرسانه یا به شیخ مشترک امیدو سه سند میرسانه باز اگر دو سند باشه میگه که قالا باز نام شیخ مشترکه میگن و اگر سه سند تحویل کرده باشه مثلا و نقطه مشترک برسه بعد از او باز قالو میگن به این شکل به این اشاره کرده که از اینجا باز سند مشترک است فل شو ا زا از استفاده کرده ول با بهاختلاف لفظ مث نا یب درا اشاره مرا اشارنمن اخبرانار استعمال نکرده شاد هدف چش اباشه ک بین حدثنا و اخبرانا هیچ فرقر قائل نت و ایببشل امچموتجم اگر بگوییم که تراجمش تراجم ظاهره است اغلب تراجمش تراجم ظاهره است و طبعا او اصالی به متعدد را که سیغه خبری عامه و خاصه و استفاده مشرطیه از این همه استفا استفاده کرده برخی از تراجمش استنباطی است معنای استنباطی را قبلا گفته بودیم که محتمل الوجوه باشه و حدیث یکی از احتمالات انتخاب کرده باشه یا حدیث محتمل باشه و ترجمه الباب یکی از احتمالات بیان کرده باشه تراجم مرسله که لفظ باب باشه و عنوان نباشه تو در ایجا وجود نداره البته تراجمش بسیار دقیق و بسیار مختصر است قضیه بسیار مهمه که در مورد سنن ابن ماجه مهم است ای است که ما پیشترم گفتیم که برخی از احادیث در سنن ابن ماجه ای موضوعی است موضوعی حافظ ابن جوزی صاحب در کتاب موضوعات خود تو میگه که در سنن ابن ماجه بیستونو حدیث موضوعی وجود داره بیستونو حدیث موضوعی وجود داره ای فیصله ابن جوزی صاحب است حافظ ابن تیمیه رحمه الله وقتی که روی قضیه بحث میکنه او میگه که نه خیر 29 حدیث نیست بلکه 14 یا 15 بدعت عشر تقریبا چهارده uh, 15 حدیث موضوعی است از این بیشتر نیست چون ابن جوزی صاحب از جمله ائمه متشدد است در جرح <تصفح> بناهن او برخی از احادیثی را که موضوعی نیستن هم موضوعی نامیده البانی صاحب باز کمی بیشتر رفته او در کتاب معروف خود ضعیف و سنن ابن ماجه <تصفح> او احادیس موضوعی را که در ابن ماجه است ذکر کرده او تقریبا به 39 رسانده به 30 حدیث 30 حدیث به اصطلاح موضوعی خوانده خب خو هر حال به این اندازه احادیس موضوعی نیست چیزی را که حافظ ابن تیمیه صاحب گفته تقریبا 14 یا 15 حدیث موضوعی در اینجا وجود دارد و باقی تبع راجع می شود به عمو تشدد که در برخی از ای موجود دارد آخرین بحث ما در سنن ابن ماجه ای روات سنن است روات سنن یا نسخه هایی که او برای ما رسیده نسخه معروفش چیزی که امروز پیش رو ما شما وجود داره نسخه ابو الحسن ابن القطان است امو شاگردش که پیشتر گفتیم که زیادات و تعلیقات را کرده و زیر از قال ابو الحسن گفته قال ابو الحسن و با زیادات و تعلیقات خود ذکر کرده <متحدث> نسخه دوم السليمان بن يزيد است نسخه سليمان نسخه سوم نسخه ابي جعفر محمد بن عيسى و نسخه چهارم نسخه ابي بكر الابهري حامد الابهري اي نسخه هاي معروف از سنن ابن ماجه است اي به طور خلاصه و مختصر در مورد سنن ابن ماجه بود به ما تقریباً اند می درسی هم داشتیم مناهج کتب ستر بخاری مسلم ابو داود ترمزي نسائی و ابن ماجه ایرا انشاءالله با هم خواندیم در درس بعدی انشاءالله, انشاءالله در مورد منهج امام مالک رحمه الله در موطع انشاءالله با هم درس خواهیم داشت خداوند متعال همه ما شما را در حفظ و امان خود داشته باشه و از هر نوع آفت و مصیبت ما شما را محفوظ بگردانه خداوند متعال با این کلمات را که تقدیم کردیم خداوند برای گوینده و شنونده از این اجر جزیل نصیب بکنه و خداوند متعال علما ایمه بزرگ ما که خدمات بسیار بزرگو شاعانه ره به علم حدیث تقدیم کرده خداوند ای ره از اینها قبول بکنه و درجات اینهاره بلند بکنه وصلى الله تعالی علی خرخلقه محمد وعلی له واصحابه اجمعین